بوده بازم تاریخ رو برق میزنیم ایرانیا بعد از دو قرن حدود 241 سال که این حکومت ایلخانان و در واقع تیموریان رو بالاخره شکست میدن یه حکومت صد درصد ایرانی روی کار میاد حالا این حکومت ایرانی میره دنبال سردارای دو مرتبه ساسانی میره دنبال همون افکار و اندیشه های زرتشتی اون افکار ناسیونالیستی صفویه دنبال کی رفتن همه اینا پیروان شیخ زاهد گیلانی هستن غیر از اینه در واقع یک قرائت ملایمتر و لطیفتری از اسلام و که در دوره قبلا ایل خانان مغلها بوده اینا با یه تعریف جدید تصوف رو در واقع مطرح میکنن اصلا شاه اسماعیل صفوی که در واقع مؤسس این سلسله هست خودش از نوادگان شیخ صفی دین اردبیلیه الان قبرش توی اردبیل هست یعنی یک جریان صد در صد مذهبی شیعی تأسیس میشه خب چرا اینا اسلام کنار نداشتن چرا اینا حالا کاری نداریم چقدر جنایت کردن روی ایل هم اینا سفید کردن امثال شاه عباس ها ظاهرش البته دینی بوده پای پیاده تا کربلا میرفته تا نجف میرفته افتخارش این بوده که من سگ آستان علی پای پیاده بره برای فریب مردم پس یه جریانی یه فرهنگی تو ایران بوده که حکومت درست مثل اون چی که تو امریکا هستش حالا به رنگ مذهبی خودشونو میخوان در بیارن فرهنگی بوده اعتقاداتی در توده مردم بوده که شاهان صفوی برای فریب مردم مجبور بودن که صد درصد خودشونو رنگ مذهبی بدن خودشون رو سگ آستان علی یا حسین اعلام بکنن معرفی بکنن چرا کنار نذاشتن زمان صفوی اسلام رو چه عاملی بوده ما اشکالش اینه که تو زمانه خودمون با یه مناسبات خاصی با یه رفتار خاصی با یه قرائت و برداشت خاصی از اسلام طرف هستیم و فکر میکنیم ایران در طول تاریخش این چنین بوده و در طول 1400 سال به ایران تحمیل شده در حالی که میبینیم هر مهاجمی به ایران آمده ایرانی مسلمونش کرده اول عربا که همون قرن اول پس زده عربا رو خلیفه عرب را همونطور که ارز کردن به زندان انداختن ایرانی ها سلطه ای نداشته عرب سر ایران ایران با عربا جنگیده به خاطر اسلام اونا اسلام رو اکثرا نمیفهمیدن بزرگترین متفکرین تاریخ اسلام ایرانی ها هستن و ما فکر میکنیم عربا به ما این رو تحمیل کردن حالا باز جلوتر میریم سه قرن صفویه بودن بعد از اون قاجار بودن اینا که حکومت ایرانی بودن آقا چرا انقدر تعصبی اینا داشتن اینا که دیگه زوری بالا سرشون نبوده این هویتشون شده بوده بعد یا خوب قاجار هم چه بلای سر ملت ما آوردن با اون اندیشه های دوگمشون با اون تنگ نظری خودشون ولی تحمیلی بهشون نبوده غلط یا درست این اندیشه جزء حبیت ایرانیا شده بوده در واقع باز میایم عقبتر در دوران پهلوی خب رضا همه میدونن دیگه تحت تاثیر آتاتورک بود آتاتورک در ترکیه خب خاص دینو کنار بذاره و یک مثلا مدرنیتی رو در اونجا حاکم بکنه البته مبارزات آنچنانی در ایران پهلوی با دین نداشت البته دینی که کاری به گاب و کسی نداشته باشه با اون مردم کاری نداشتن اگر کسی ادعای سیاسی داشت و میخواست حرفی بزنه مخالفت بکنه قطعاً قطعا سرکوبش میکردن ولی برحال همه به خاطر داریم که در زمان پهلوی تاریخ اسلامی رو عوض کردن دیگه تاریخ مسلمان ها با هجرت پیامبر هجرت مسلمان ها کردن تاریخ شاهنشاهی تاجگذاری مهداد دوم پس تمام تلاش این بود که اصلا ما از هویت اسلامی توهی باشیم در واقع تاریخ ما تاریخ شاهنشاهی شد در واقع نیست تلاش های امثال سعید نفیسی ها برای اینکه زبان ما هم مثل عوض بشه یعنی قطع رابطه بکنیم با تمام اون متون قدیمی اسلامی خودمون روابطمون هم با کشور اسلامی مثل مصر رو نمیدونم سوره اینا همه تیره بود دیگه درست؟ پس زمان پهلوی هم بهتری موقعیت بود که ایران دست بشوره از این آینی که بهش تحمیل شده دیگه نیست و چه اتفاقی افتاد که اون راه میلیونی انجام شد حالا کاری به انحراف بعد از اون اصول اولیه انقلاب ندارم بالاخره همه دنیا اینو دیدن پذیرفتن 98 و 2 درصد هم رأی دادن به جمهوری اسلامی صرف نظر از اینکه بعد چه اتفاقاتی افتاد چه انحرافاتی حاصل شد چه سو استفاده شد بماند ولی اینه که نمیشه انکار کرد که اگر این فکر و آین به یه ملتی تحمیل شده باشه مگر میشه نزدیک 100 درصد 98 و 2 دهم درصد یه کمچین حرکتی رو انجام بدن جز اینه که یه مردمی به غلط یا درست بی همچه هویتی پیدا کردن به مراتب ایرانی یا بیش از اعراب مسلمونند ایرانی ها تعلقشون یا مطالعاتشون یا تحقیقشون در مبانی اسلامی بیش از متوسط عربا هستش در حال که دیگه گمان میکنن که این مثلا یه اندیشه عربی است که به ما تحمیل شده خب وقتی در طول تاریخ بررسی میکنیم میبینیم که بجز اون مراحل اولیه جنگ در واقع ایرانی ها با اعراب همواره ایرانی ها این فرصت رو داشتن که کنار بذارن اون اندیشه رو در همه ادبار تاریخ ما سلطه رو بر اعراب داشتیم میتونستیم به راحتی اون چیزی که فرض بر اینه بر ما تحمیل شده کنار بذاریم نه تنها ایرانیا کنار نذاشتن بزرگترین مدافع و بزرگترین مبلغ بزرگترین مفسر بزرگترین عالم و دانشمند اون اندیشه اسلامی ایرانیا بودن خدماتی که ایرانیا به اسلام کردن یک صدومشو اعراب نکردن آیا این جایی سوال نیست که چه اتفاقی افتاده که ایران در طول 2500 سال حکومتش در برابر هیچ اندیشه ای سرخم نکرده نپذیرفته ولی در این مورد عرب و پس زده ولی این اندیشه رو گرفته این جای مطالعه داره جای بررسی داره اون که مسلم قطعی هست اجداد ما انقدر بی غیرت و زبون نبودند که یه چیزی رو نخواسته باشه دلشون ولی ریاکارانه پذیرفته باشن و خوشخدمتی هم کرده باشن خلاصه عرض من اینه آه. که این اگه یه ذره کسی بررسی تاریخی بکنه میدونه کاملا برعکس بوده بزرگان ادبیات ما فرهنگ ما کسانی بودن که در دامن این اندیشه اندیشه اسلامی پرورش پیدا کردن مولوی، حافظ، جامی، سعدی هر کدوم رو بخونیم میفهمیم اینا با عرب کاری ندارن ولی اندیشه رو گرفتن عرب رو در واقع پس دادن